همراه هستیم با شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی سازمان مجاهدین خلق ایران از پاریس. خوش آمدید آقای قبادی. تا چند اندازه این درخواست 21 نخست وزیر و وزیر سابق اروپایی از نخست وزیر بلژیک میتونه مانع از استرداد اسدالله اسدی به ایران بشه؟ با سلام، همونطور که میدونید مقاومت ایران الان بیش از 2 ماه هست که یک کارزار گسترده بین‌المللی رو در این رابطه شروع کرده. همین چند روز قبل 68 حقوقدان برجسته بین‌المللی در نامه به نخست وزیر بلژیک اعلام کرده بودند که چنین توافقی که راه رو برای بازپس فرستادن اسدی باز میکنه به سخره گرفتن حکومت قانون هست. همین روز جمعه آتی هم یک جلسه بین‌المللی در بروکسل قرار برگزار بشه با حضور شخصیت‌های بین‌المللی از جمله آقای جان برکو، رئیس سابق پارلمان انگلستان، خانم اینگرید بتانکور، کاندید ریاست جمهوری کولومبیا، که در اون این موضوع کاملا بررسی خواهد شد. کتابی هم با عنوان دیپلماسی ترور، کالبد شکافی تروریسم حکومتی رژیم ایران که بیش از 300 صفحه هست و شورای ملی مقاومت ایران اون رو منتشر کرده، اونجا معرفی خواهد شد. همینطور چند روز قبل شاهد بودیم که 7 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا، کنگره آمریکا، از کمیته حقوقی این مجلس در نامه‌ای به وزیر دادگستری این کشور خواستار این شده بودند که دولت آمریکا هم در رابطه با اسدی اعلام جرم کنه به خاطر جنایتی که اسدی مرتکب شده در رابطه با تروریسم. یعنی می‌بینید که ما با یک فعالیت خیلی گسترده بین‌المللی روبرو هستیم و طبعا این کارزار ادامه پیدا خواهد کرد با تمام قوا. آقای قبادی، جدای از اقدامات سیاسی، چه راهکارهای حقوقی برای جلوگیری از بازگشت آقای اسدی به ایران وجود داره؟ طبعا من در جریان تحولات حقوقی در جزئیات نیستم، اما همونجور که میدونید شورای ملی مقاومت ایران و چند نفر از شخصیت‌های بین‌المللی شکایتی رو در دادگاه بلژیک مطرح کردند که بازپس فرستادن اسدی رو تا 28 شهریور متوقف کرده و در اون روز قرار دادگاهی تشکیل بشه. در همین رابطه من میدونم که وکلای مقاومت ایران سایر کارها و راهکارهای حقوقی رو در زمینهای مختلف رو بررسی کردند که مقتضی با پیشرفت وضعیت حقوقی اونا رو هم کاملا در دستور کار قرار خواهند داد. سپاسگزارم از شما شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی سازمان مجاهدین خلق ایران از پاریس.